مخاطبان عزیز نمایش سلام. امروز یک شنبه هفتم آذر ماه در 26مین شماره از روزنامه نمایش در کنارتون هستیم تا با همسری بزنیم به جنجالی ترین اتفاقات دنیای سینما و موسیقی. تهرانگردی رضا گلزار با آهنگ بهزاد لیتو. محمد رضا گلزار با انتشار یک استوری از بازگشتنش به تهران خبر داد. اون در این استوری و در حالی که مشخص بود با ماشینش در حال چرخ زدن در خیابانهای تهرانه، یک آهنگ از بهزاد لیتو رو هم پخش کرد. گفتنیست گلزار چند هفته اخیر رو در امارات گذرونده بود. استفاده ابزاری جهانبخت از پسرش برای دریافت جایزه. دنیا جهانبخت با انتشار یک استوری از طرفدارانش خواست با مراجعه به یکی از صفحات فرعی برند معروف گوچی به پسرش رأی بدهد. در این صفحه تصاویر افراد در سنین مختلف با پوشش برند گوچی قرار داده شده و به پستی که بیشترین لایک رو بخوره یک جایزه تعلق خواهد گرفت. جیغ بنفش سحر زکریا بر سر همکارانش. سحر زکریا نسبت به رفتار برخی از همکارانش و سکوت اونها در برابر مطالبات و بیابی مردم اصفهان واکنش نشون داد و در یک استوری نوشت: چرا از درد مردم حرف نمی زنید؟ آخر کی حرف زدید که الان بزنید؟ اگر می زدید الان روی بیلبورد ها نبودید. ننگتان باد. رکورد شکنی میلیاردی گشت ارشاد 3. سومین سری از فیلم های گشت ارشاد با کارگردانی سعید سهیلی و با بازی پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، بهنام بانی و امیر جعفری رکورد فروش روزانه در سینمای ایران رو شکست و بلیط‌هاش در یک روز 1,800,000,000 تومان به فروش رفت. ساعد سهیلی در همین مورد یک استوری منتشر و از حمایت مردم تشکر کرد. مسابقه جذاب مجید یاسر به سبک سریال بازی مرکب. مجید یاسر که چند وقتی میشه به آمریکا مهاجرت کرده، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از اجرای یک مسابقه به سبک سریال بازی مرکب در شب یلدا و در شهر اورنج کانتی خبر داد. در این رقابت شرکت کننده های زیادی بر سر مبلغ $5,000 با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. تخت بازی کردن علی زنده وکیلی در کیش. علی زنده وکیلی خواننده محبوب ایرانی با انتشار یک استوری از تخت نرد بازی کردن خود به همراه دو نفر دیگه از دوستانش در جزیره کیش خبر داد و بخش کوتاهی از این اتفاق رو با طرفدارانش در فضای مجازی به اشتراک گذاشت. سلفی بدون آرایش هانیه توسلی. هانیه توسلی یکی از معروفترین و البته پرطرفدارترین بازیگران سینمای ایران یک عکس سلفی بدون آرایش از خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. تصویری که به اعتقاد هوادارانش زیبایی ذاتی و طبیعی اون رو به اثبات رسونده و با واکنش مثبت طرفدارانش روبرو شده. سارا بهرامی در لباس کاپیتانی کشتی. سارا بهرامی بازیگر با استعداد ایرانی و دارنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازی در فیلم سینمایی دارکوب یک پست جالب از خود در اینستاگرامش منتشر کرد که اون رو در یک کشتی و با کلاه کاپیتانی نشون میداد. اون با انتشار این پست نوشت: علیک السلام.
جیمی کیمل وسط آشپزی خود را به آتش کشید. جیمی کیمل کمدین و مجری تلویزیونی 54 ساله آمریکایی که با برنامه‌های طنز شبانش حسابی معروف و محبوب شده، با انتشار تصاویر جدیدی از خود در فضای مجازی که از وجود سوختگی‌هایی در بدنش خبر می‌داد نوشت: موها و ابروهام رو در حین آشپزی برای جشن شکرگزاری سوزوندم.